آقایون بیایید تایلند. چرا برمیدارید با خودتون یه درد سر میارید؟ شنیدین همه حرفاشو ولی باور نکنید. وای 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 این هر سال آقایون این ویدیو رو نبینید خانوما، میخوایم بریم بهتون نشون بدم که تایلند چی داره مخصوص خانوماست. آقایون بزن نکست. Let's go ladies. اول به رانندتون بگید وایسته که شما سوار شید. راننده لطفا از من فیلم بگیر. غلطار راننده. راننده تون قشنگ میگیرتتون، سوار میشید و میرید. برو. وای 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 ای مرداد بایستا 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 متاسفانه یه زخمی جانانه داشتیم. این ولاگ هنوز ادامه داره ولی اول به یه فرست ایدمون برسیم بعدن. خانوما توی تایلند چی کار میتونن بکنن اگه گفتین؟ اولین استه باید برید استرس هایی که پسر رو بهتون میدن رو خالی کنید. اونم با چی؟ مرداد دارم صحبت میکنم، اگه میخوای توش باشی بیا قشنگ وایستا صحبت کن. آقایون چه استرسی به خانوما میدن توی این تایلند؟ غیر از این نیست که خانوما فقط استرس میدن به آقایون؟ استرس اول این که به حواست باشه زمین نخورن که دیدید. استرس دوم این باید داشته باشید که آیا پیکج نرن جایی که نباید برن. اینا همه که آیسان داره میگه توی هیچ جایی نوشته نشده، یعنی حرفای خودشه بهش دقت نکنید. استرس سوم بدون آقایون بیایید تایلند. چرا برمیدارید با خودتون یه درد سر میارید؟ چون من الان یه درد سر با همه میخوام اول برم یه ذره ریلکس کنم. اونم کجا؟ ماساژ. بریم با هم یه ذره ریلکس کنیم. برید ماساژ باش، من نمیام. یه ذره از خیابونای تایلند براتون میگیرم خانوما. اینجا کلی از این ماشینای توک توک هستش، کلی از این دخترایی هستش که زیبا هستن فقط. بله زیبان برای خانوما و کلی اینجا میتونی خوش بگذرونی تنهایی دخترونه گرلز نایت. هر موقع دوربین رو میدم دستش جز این که اینفورمیشن اشتباه به شما میده هیچ چیز دیگه ای بلد نیست. خجالت بکش. من خجالت بکش دارم اینفورمیشن درست میدم به با خانوما. همه ولوگ درست میکنن چرت و پرت. یه چیز نشونتون بدم. اینایی که میبینید پشت اینا همه سابوفه. به اینا میگن توک توک. یه تصویر هنری دارم براتون میگیرم. این طرف خودم توی آینه‌ام، اون طرف آیسانه. اسپم نکن منو لطفاً. تصویر چیز داشتم میگرفتم هنری. اینجایی که پشتم میبینی اینجا ممنوع آقایونه، ممنوع، فقط ورود خانوما آزاده. اینجا یه دونه جای ماساژ داره. چقدر شلوغه. تو میخوای بری توی اینجا ماساژ؟ خیلی شلوغه. خیلی شلوغه. ولی اون یه طرفه پشت سرت داره داد میزنیم که ماساژ. داره داد میزنه ماساژ. آره. بله اینجا که میبینید اینجا قشنگ میریم خانوما میرن همه قشنگ آرامش میگیرن و تا میان بیرون مردا میرینن تو آرامششون. اصلا به حرف دقت نکنید. آقایون اومدین اینجا خواستین بریم ماساژ بگیرید، فقط بعد برید اون طرف بنگلا. این طرف بنگلا مال سوسولا. نه خیلی این ور میان. بده من برم تو برو دنبال کارت. خدافظ. من دیگه دارم میرم. برو بای. خب اومدم داخل، حالا باید پامونو بشورن. بذارید اول کفشامو در بیارم. سوری. زدم ترکوندم داستانشونو. چجوری قشنگ خیلی تمیز همه چی رو درست میکنن. الان میبرنمون
بالا توی یه ماساژ روم جدا آروم برم حرف میزنم، همه دارن ماساژ میگیرن. یا زن Yeah, okay. No one here, yeah? Mm-hmm. Okay. You take off your clothes, huh? Okay, thank you. And lie down here. Okay. Here. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yes, I need to do it. الان لباسمون رو بعد بیاریم. یه فول بادی ماساژ آروماتراپی با بوی جاسمین انجام میدیم و ریلکسیشن رو شروع میکنیم. بعد ماساژ میبینم اتون. واو بچه ها چه ماساژی بود، جاتون خالی. اگه این ویدیو رو میبینید حتما شما برید یه دونه ماساژ آروماتراپی بگیرید. یعنی هرچی مشکل داشتین شونه هامو در آورد زنه، یعنی واقعا دمش گرم. بهترین ماساژ فقط توی تایلند میتونید پیدا کنید، اونم کجا؟ با روبروی بنگلاد استریت. مرداد آیسان رفته درداشو درمون کرده، ولی دردای من شروع شد از بس دم اینجا منتظرش موندم. خواستی تو هم بیای با هم کپلز ماساژ میگرفتیم که اینقدر درد نکشی. پس رفته تو دماغ. آخه دیگه چه؟ دیگه چی؟ الان بریم یه غذا یا یه نوشیدنی خیلی خنک بخوریم که کلی تشنمه. خوشمزه بخوریم. خب بغل دریا تو این قسمت این خیابون همیشه از این موتوری ها وای میستن و غذا میفروشن. و بهترین قسمت اینجا میدونی چیه؟ اینکه حسیر میدن، میشینی زمین بغل خودشون لبه آب غذا میخوری. خیلی کیوته. توک توک چی میگه پشتت؟ توک توک هم وایستاده که سوارشیم بریم. ولی بچه ها خدایی غذای فرش از همون دریا که میاد میگیرن سری همونجا برای درست میکنن، سری میگیریم میخوری. It's the best food honestly you can get. بستنی بخوریم که دارم هلاکم از گرما. آخش خنک شدم. یعنی تو اون خیابونه که میریم راه میریم ازش ردشیم که بیایم سمت ساحل، انگار یه سرکاره. یعنی همش با حرف بزنی با مردم بگی نه 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 نمیخوام، نمیخوام برم سایت شو ببینم، پینگ پونگ شو ببینم، فلان نمیخوام، مواد نمیخوام. اصلا خیلی سخت بود. دیدی همه چی هم تعارف میکنن، مواد نمیدونم هرچی خلاف.
هر چیز خلافی خب به قیافه های من تو میخوره خلاف کار بشی. من اصلا اینا بزنم دون بزنم من. آسان تو علاقه به چی داری؟ به این بستنی؟ به چیزهای شیرین. به چیزهای شیرین؟ مرتاد آخ پشه پامون زد دوباره. خوشحالی که با من هستی تو مسافرت الان؟ الان آره دو روز پیش نه. چرا؟ به خاطر اینکه همش غور میزدی. غور میزد نه اینجورا، یه چیزی براتون میگم یه چیزی میشنوید. یعنی از صبح انگار کوکش کرده دادن رو غور، غور زد تا خود شب که میخواستیم بخوابیم، بعد خوابم که بود تو خواب داشت غور میزد. اینو جدی دارم بهت میگم. دیگه اگزاجوریتش نکن. به خدا جدی دارم بهت میگم. میایم تایلند. آدم دوست نمیتونه. دیدی مثلا تو انگلیس آدم لباسای خیلی شیک و خوب میپوشه، ولی اینجا انقدر آب و هواش گرمه، رطوبت داره، اصلا نمیتونی هیچ لباس شیک و خوشگل بپوشی. یعنی تو میپوشی سریع بد وای میسته تو تنت، چروک میشه یا میچسه به تنت. به خاطر همش من این شلوار تنمه. Thank you. Thank you. How much is it? 80 baba. غذای معروف تایلندی به اسم پاد تای. پاد تای. ولی هیچی مثل این نمیشه. Anyways ما بریم غذامون رو بخوریم، بستنیمون رو بخوریم تا بیشتر از این آب نشده و بریم next stop. بعد از این همه روز که میگذره، از صبح که میری بیرون، بعد از شب میای خونه، باید بشینی چک کنی ببینی پشا کجا پدر پاتو بدنتو در آوردن. اولیشو بهتون نشون بدم. کبود شده. قشنگ کبود کرده پامو. حالا باید بیفتم با این کرم بتامتازون بزنم به جونشون بیفتم این ویروسشون رو بکشم. مرتو تو چی؟ من که دیگه برام عادی شده. فقط یه دقیقه اولش میخوابونم خودم و بعدش تموم. اصلا پای من کبود میشه اینقدر بد روی اکشن میکنه وقتی نیش میزنن. باش جدید عاشق رون هستن پشاهای اینجا. جدی و چرا پشاهای اینجا فقط پا رو میزنن؟ نمیدونم چرا رون دوست دارن چرا اینقدر. خب اینم شد از امشب ما. امیدوارم که یاد گرفتید چجوری خوش بگذرونید خانومان تو تایلند. حالا ویدیوهای بیشتری میذارم از روش‌های خوشگذروندن‌های بیشتر که جاهای دیگه نشون نمیدم، فقط میرن چرت و پرت بهتون نشون میدن. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه کانالمو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید که کلی ویدیوهای تک و خفن میذارم براتون. دوستتون دارم، فعلا خدا نگهدار.